گور پدر بالا تا پایینتون. من از هیچ کدومتون نمیترسم. این بخشی از صحبت‌های حسن آقامیری در درگیری با مسئولان جمهوری اسلامی بود که به تازگی و پس از جعل سیم کارت و کنترل تلفن‌های همراه اون توسط سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به وجود اومده. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. سید حسن آقامیری خانساری زاده 17 اسفند سال 58 روحانی خلع لباس شده ایرانیه که بیشتر به دلیل سخنرانی‌های جنجالی و به چالش کشیدن مسائل فرهنگی و حاکمیت مستقر در ایران شناخته میشه. در اسفند سال 97 آقامیری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش خبر از اجرای حکمی که براش صادر شده داد. این روحانی با تماس دادگاه ویژه روحانیت قم به دادگاه مراجعه کرد و این دادگاه به نیابت از دادگاه ویژه تهران حکم خلع لباس دائم و 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال رو به وی ابلاغ کرد. قاضی اجرای احکام گفت به ما نیابت دادن تا همینجا حکم رو اجرا کنیم، در حالی که ادعی برای حفظ کرامت درخواست کرده بودند که حکم خلع لباس آقامیری در خودروی اون و خارج از دادگاه اجرا بشه، ولی اون به دستور قاضی و در حضور مراجع کنندگان به دادگاه لباس روحانیت رو درآورد و سپس اجازه خروج از دادگاه به اون داده شد. اون یکی از منتقدان سرسخت حکومت و مسئولان و سردمداران جمهوری اسلامیه. سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت اون رو رصد و تحت نظر دارن. به تازگی هم اون در اینستاگرامش پستی رو به انتشار گذاشته که گویا سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی در جعل سیم کارت و دسترسی به صفحات و پیج‌های فضای مجازی وابسته به اون برای کنکاش و به دست آوردن اطلاعاتی بودن که فکر می‌کنن اون با دشمنان جمهوری اسلامی در ارتباطه. اما حسن آقامیری از این ماجراها مطلع میشه و بسیار خشمگین و ناراحت این مسئله رو از طریق اینستاگرامش با مردم مطرح میکنه. اون با عصبانیت میگه هر ماموری یا چه میدونم چه کوفتی هستی، بعضیا فکر میکنن من از اطلاعات سپاه میترسم. من از هیچ کدومتون نمیترسم. هر کی هستی، هر ماموری هستی، من این گوشیمو میارم میدم بهت به صورت داوطلبانه. یک ماه دستت باشه ببینم میتونی چیزی از توش پیدا کنی؟ آخه کثافتکاری هم اندازه‌ای داره دیگه. گوشیمو میدزدید، سیم کارتمو جعل میکنید، با اسم من میری توی فلان سامانه. آخه این چه مسخره بازیه؟ صاحب نداره مگه این مملکت؟ چند وقت پیش سامانه یه همراه من پیام داده که شما وارد سامانه شدید. 2 ساعت بعد پیامی اومده که با سیم کارتی غیر مجاز وارد موبایل جدید شدید، در صورتی که من اصلا سیم کارتمو جابجا نکردم. متوجه شدم که یه عده‌ای که نمیدونم کی هستن رفتن سیم کارت منو جعل کردن. با سیم کارت جعلی که از روی سیم کارت من زدن گذاشتن توی یه گوشی غیر قانونی و باعث شده سیم کارت اصلی من هم غیر فعال بشه. قبل تر از این هم که صفحه من 4 ماه بهش دسترسی نداشتم، توی هیئتی بودیم که گوشی من خاموش بود. یه آقای از عراق اومده بود و میخواست از ما عسل بخره. بهش گفتم الان گوشیم خاموشه، این شماره منه و بعد از هیئت به من زنگ بزن. همون موقع به خط من زنگ زد. عجیبتر این بود که خط من در حال زنگ خوردن بود با وجود اینکه گوشی من خاموش بود. به چند تا از بچه های دیگه هم گفتم به خط من زنگ بزنید ببینید بوق میخوره، که اونها هم گفتن بله در حال بوق خوردنه. شماره گوشی که خاموش بود زنگ میخورد. 2 ساعت بعد هم صفحه من از دسترس خارج شد. یعنی انگار یه عده‌ای تو صفحه من قصد ورود داشتن و هی فورگت پسورد میزدن که پسورد جدید بره برای سیم کارتی که از من جعل کردن و صفحه منو به دست بگیرن. حالا فکر میکنید همه باید ازتون بترسن؟ گور پدر بالا تا پایینتون. من از هیچ کدومتون نمیترسم تحت هیچ شرایطی. این ماجرا رو هم که الان دارم بیان میکنم سیو میکنم و پستش میکنم تا معلوم بشه دارید چه غلطی میکنید. یه مشت مدیر فاسد، مسئول فاسد،
60 تا مدیر توی اون فساد 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری دخیل بودن. ما میخواستیم 60 نفر رو ببریم سر کار، آخرم وام ما رو ندادید. بعد هم میگید برو بکن به اسم خانومت کارخونت رو، به اسم خودت باشه نمیدیم. آخه به بقیه تولید کننده ها هم چیزی ندادید. تولید کننده واقعی فقط رانت خاری. ما که یه قرون تا حالا ازتون نگرفتیم به درک، خودمون بالا پایین یه کاریش میکنیم. ولی این چه فازیه که برداشتین و فکر میکنین که باید بترسیم ازتون؟ منو بردن اونجا میگن که با ما اگه همکاری کنی کمکت میکنیم. چه کمکی مثلا میخواید به من بکنی؟ به هم میگه اون وامه که نذاشتن بگیری رو ما میذاریم بگیری. بابا برید جمع کنید، خجالت بکشید. حق طرف رو میگیرید توی دستتون، بعدش میگید خب اون نذاش حقتو بگیری. حالا اگه میخوای حقتو بهت بدم بیا با ما همکاری کن. آقایی که خیلی مراقب منی که سیم کارتم کی عوض میشه. به من میگی گوشی عوض شد من فهمیدم و غیره. خیلی روی همه چی نظارت داری. خیلی روشن دارم بهت میگم من نه ازتون میترسم و نه بهتون باج میدم. به بالا و پایین مملکت، من نه بهتون باج میدم، نه ازتون میترسم و نه ازتون وام میخوام و نه هیچ چیز دیگه ای. اون دوران دیگه گذشت که فکر کنید کسی رو میتونید تهدید کنید، کسی رو بترسونید، حق کسی رو خراب کنید. جمع کنید بابا دکونتونو. این طرز مملکت داریتونه. هکرها پرونده های مجلس رو رو میکنن، بعد معلوم میشه مجلس شفاف چه غلطی داشته میکرده. دولتش هم همینه. اونم هنوز هکرها نتونستن بزنن اطلاعاتشو. بزنن معلوم میشه. یه فقرش 3 میلیارد و 370 میلیون دلار تو زمانی که برای دارو مملکت لنگ بوده. برای ضروریاتشون مردم لنگ بودن. 3 دهک پایین مصرف گوشتشون به 2 کیلو 3 کیلو در سال رسیده. همین دولت با همین آقای وزیری که گذاشتنش کنار و هیچ کاری باهاش نداشتن به اسم جهاد، وزیر جهاد 3 میلیارد و 370 میلیون دلار. هی تکرار کن یادتون بمونه که چند روزنامه ها رو ترسوندین که این عددا و رقم ها رو ننویسن. ولی تکرار کنید 3 میلیارد و 370 میلیون دلار پول مملکت رو بردید که براشون چای بیارید. از زمان پیامبر هر کس چای خورده با ما حساب کردید. این طرز مملکت داریتونه. بعدم هی میگید آقا اوضاع عالیه. رئیس جمهور مملکت یه جوری صحبت میکنه که انگار رئیس جمهور سوئیسه. تورم رو نمیبینی؟ گرونی رو نمیبینی؟ کوری؟ یه جوری صحبت میکنید و میگید ما پیشرفت کردیم و بالا رفتیم و همه دارن به ما حسادت میکنن. آخه به چی تون حسودی کنن؟ این طرز مملکت داریتونه دیگه. آخه شما چی دارید که بهتون حسودی کنید؟ فقط قبلن یه عده ازتون میترسیدن که اونم دیگه هیچ کس ازتون نمیترسه. حق منو بگیری ازم، بعدم بگی که بیا همکاری کن تا بهت حق تو بدم. آسمونو بیاری زمین، زمینو بیاری آسمون. بخوای یه کلمه از من بگیرید، چیزی که بهش اعتقاد نداشته باشم نمیتونید. من فقط چیزی که اعتقاد دارم رو میگم. آقا میری پس از این صحبت‌ها و در پی حواشی‌هایی که مربوط به شرکت کوروش کمپانی، شرکتی که از مردم 20 میلیون تومان پول می‌گرفت و در ازای اون بعد از چند ماه قول تحویل گوشی آیفون می‌داد، حسن آقا میری به این موضوع واکنش نشون داد و گفت به جای اینکه سیم کارت ها و گوشی های مردم رو جعل کنید و سرتون توی موبایل مردم باشه، مراقب این موبایل دزد ها باشید که اینطور مردم رو توی دردسر نندازن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.